خواهنجی نسته بود. بسم الله الرحمن الرحیم. از من یه ایده پایین درست است. میان لطفاترین. چی است؟ لطفاترین. خب این چیزایی که دیگه میبینه است است کل دیگه خلاص میشه. پا میداشد؟ خب ما مطابق یه پروژه باز بریم درست است. در اینجا منیو هم دیگه تشریح میشه و هم ترتیبی که در یک دیزاین پروژه پیش میره و هم دیگه میشه درست است. خب یکی لود فاتیر نسته و یکی لود کیس است. با اینشان تفاوت چی است اینجا نشون؟ در حقیقت در لود فاتیر انواع بارها تشریح میشه. چی میشه؟ تعریف میشه. انواع بارا. مثلا بار مرده است، زنده است، ورتیکال است، لترال است. صحیح شد؟ خب در بار مرده سوپر دید است، دید است. چطور است؟ صحیح شد؟ لایو لود خود ریدیوز میشه یا نمیشه؟ از روپ است یا چطور است؟ انواع بارا. اما در لود کیس انجین حساب این دو آپشن که از خود جدا کرده این بعد از 2013 تو کار کرده. اگر نه در ورژن اینو تنها لود پترن بود یا لود کیس بود ای تو یک نام داشت درست است. خب در اینجا در لود کیس انجین حساب حالت بار تعیین میکنین. چرا تعیین میکنین انجین حساب حالت بار؟ اما حالتی که به اساس او دیگه اما حالتی که در تحلیل در نظر گرفته میشه چی؟ انجین حساب در تحلیل در نظر گرفته میشه. انجین حساب ما حالت های بار تقریبا برای هر نوعیت بار 4 دانه حالت داریم. چند دانه حالت داریم؟ 4 دانه حالت داریم. درست است؟ میبینین یکی است لینیر استاتیک و نان لینیر استاتیک. صحیح شد؟ دیگه ایش است لینیر داینامیک و نان لینیر داینامیک. از یک طرف استاتیک و داینامیک است دو شد یا نشد؟ از دیگه طرف لینیر و نان لینیر است دو ضرب دو چند میشه با؟ چهار کیس داریم در هر بار. درست است؟ خب استاتیک بودن و داینامیک بودن بار به این معنا است انجینر صاحبا که اگر بار استاتیک باشه به این معنا که مقدارش ثابت است. چی است انجینر صاحبا؟ مقدارش ثابت است و جهتش مشخص است. صحیح شد؟ این بود بار استاتیکی. مثال های عمده ایش انجینر صاحبا امی بارهای زنده و بارهای مرده کل استاتیکی است. فهمیده شد؟ خب و ما می توانیم بار زلزله ولو که استاتیکی نیست او را هم معادل بسازیم. یک تحلیل اکویولنت لترال فورس پروسیجر داریم، تحلیل استاتیکی معادل که میگیم. در اونجا همون نام تحلیل از همینجا گرفته شده که بار زلزله ما با بار استاتیک تبدیل میکنیم. با چی تبدیل میکنیم؟ با استاتیک. ای که چطور تبدیل میشه در آینده در تعریف بار زلزله مکمل تشریح میشه. ما خود بار زلزله را به حیث یک حصه از وزنش میگیریم. به حیث چی میگیریم؟ حصه وزن. وزن ثابت است دیگه. بار زلزله هم چی شد؟ ثابت شد. فهمیده شد انجینر صاحب؟ خب در مقابل بار داینامیکی انجینر صاحب باری است که یا خود مقدارش به مرور زمان تغییر بکنه. درست است و یا جهتش تغییر بکنه. مثال های عمده اش بار باد است، بار زلزله است، بار ضربه است، بار انفجار است. صحیح شد؟ این کل بارهای چی است انجینر صاحب؟ بارهای داینامیکی است. صحیح شد؟ خب باز میایم لینیر و نان لینیر بودن انجینر صاحب. شما اگر ماستری را خواندین یک مضمون به نام چی است؟ یکی است الاستیسیتی و پلاستیسیتی. صحیح شد؟ این هم یک موضوع مستقل است. این هم تقریبا سه کردیتا خوانده میشه. این را میخوانن و یکی است این حسابا تحلیل غیری خطی. چی است؟ تحلیل غیر خطی. صحیح شد؟ در حقیقت اما الاستیسیتی و پلاستیسیتی مقدمه یا بیس برای تحلیل غیر خطی است. صحیح شد؟ خب ما اگر در نظر داشته باشیم که لینیر تحلیل کنیم چی کنیم انجینر صاحب؟ خطی تحلیل کنیم. این به این معناست که امو ساختمان یا عضو ساختمانی را طوری تحلیل کنیم که امو حالت ارتجایی و الاستیکیش مانده شود. چی شود انجینر صاحب؟ اگر بار پس شود دوباره به حالت اولی خود برگشت کنه. صحیح شد؟ بار دیگر سرشان وارد کردیم یا بار زلزله سرشان وارد کردیم. صحیح شد؟ اما این در حالت الاستیکی ماند. صحیح شد؟ پس این را میگه چی است؟ تحلیل نان لینیر. و به این حالت بار که ما در نظر میگیریم او را میگه نان لینیر حالت میباشد. لینیر حالت بار یعنی خطی. چی است انجینر صاحب؟ خطی در حالت ارتجایی است. اگر بار پس شود دوباره خود عضو ساختمانی
تغییر شکلش پس میشه و دوباره به حالت اولی خود برگشت میکنه. فهمیده شده انجینر صاحب؟ خب اگر دیاگرامش را رسم کنین، استرس دیاگرام، خود مقطع یا مومکیگیدش در حالت الاستیک میمانه. فهمیده شد؟ قانون حکم در اینجا قابل تطبیق است. خب نان لینیر انجینر صاحب چی هسته؟ نان لینیر ولب که هر نوع بار باشه درست هسته؟ از خاطر امو بار عضو ساختمانی یا کل ساختمان صحیح شد، ماتریالش به چی برسه انجینر صاحب؟ یا عضو ساختمانی به پلاستیک برسه. به چی برسه انجینر صاحب؟ به پلاستیک برسه. پلاستیک رسیدن به این معنا اگر بار پس شد و دوباره به حالت اولی خود برگشت نمیکنه. خب ما در ساختمان نان لینیر چطور مشخص کرده میتوانیم؟ انجینر صاحب ساختمان که به حالت پلاستیک برسه شاید بعضی بیمایش چی شوه؟ کرک با وجود بیاد، درست است؟ سیخ گلش تسلیم شود، چی شود انجینر صاحب؟ سیخ گل پایه و یا بیمار تسلیم شود، معمولا در انجام تسلیم میشه، صحیح شد؟ دیگه او قسمتی که در اونجا سیخ گل تسلیم شده و کانکریت میده شده، او قسمت ما میگیم مبسل پلاستیک شد. چی شد انجینر صاحب؟ اما پکس بودنش از بین میره، دیگه مثل یک مبسل وارد کار میکنه، صحیح شد؟ نمیتونه دیگه مومنته برداشت میکنه، دوران باز میکنه. چی میکنه اینجا است؟ دوران میکنه. پس از اینجا است انجینر صاحب یک بار لود پترن تعریف میکنن، همه انواع بارهایی که مورد ضرورت است برای پروژه امورا تعریف میکنن. باز تا که حالت بار تعیین نکنین حتی تحلیل نمیشه، تحلیل بر اساس حالت بار میشه، صحیح شد؟ خب و تا که حالت بار تعیین نکنین، امیلود کیس تعیین نکنین، حتی ترکیب بار ساخته نمیشه. در ترکیب بار حالت های بار در نظر گرفته میشه. فهمیده شد اینجوری است؟ پس در اینجا اشاره تفاوت بین لود پترن و لود کیس خوب واضح شده اینجوری است؟ لود پترن انواع بار ها و لود کیس حالت های بار ها. یک بار میشه که چهار حالت داشته باشه، چند؟ چهار. از نگاه مقدار جهت استاتیک و داینامیک، از نگاه خطی بودن، الاستیک بودن و پلاستیک بودن اعضای ساختمانی از خاطر وارد شدن همین بار مورد نظر با چی میره؟ نه، صحیح شد؟ خب پس در اینجا انجینر صاحب باز داینامیکی هم دو قسمت ما تحلیل داینامیکی که ما در آینده در نظر میگیریم دو نوع تحلیل داینامیکی داریم، یکی هست مودل ریسپانس هست و دیگه ایش هست تایم هیستوری هست. او گپای آینده است وقتی که به تحلیل میریم، باز در اونجا که کدام تحلیل ما در اینجا مجاز هستیم پیش ببریم، باز در اون وقت خوانده میشه، صحیح شد؟ لود پترن انجینر صاحب دیپولت امی دو نوع بار است، معمولا بار زنده و مرده در همه پروژه ها می باشد، درست است؟ خب انجینر صاحب خود امیزاب که ما این طور است که دیپولت رکورد دورست رکورد شد چرا؟ خب این است صحیح است. خب در داخل رفته. خب انجینر صاحب معمولا زوک ما این طور است که امی دیدلو ده تحت چی؟ دیل می باشیم که این کپسلوک شما سه شد. خب دیل امی پقط نمیشه تحت عنوان چی بگیم؟ دیل. خب نویتش چی می باشه انجینر صاحب؟ دیل سایی شد؟ خب اگر باز کنید در اینجا انواع بار هاست، سایی شد؟ با شمول دیت سپر، دیت لایف، دیتیوز لایف، روپ لایف، نشنل هست، سیزمیک هست، سیزمیک دریپت هست، خود یک جا بجایی به عوض این که بار سیزمیک وارد کنید یک جا بجایی را به ساختمان وارد میکنید، سایی شد؟ ساختمان هم مثل که یک سانتی یا دو سانتی کش کنید، سایی شد؟ از خاطر همی جا بجاییش در داخل اعضای ساختمان تشنجات نیه یا نمیه، مثل که این بار وارد کرد، فهمیدن؟ یا قوه وارد شد و او را دو سانتی پیش ببره و یا خودی قوه را در نظر نگیرین، خودتان امور ساختمان یا کش کنید، امور کش بودنش در نظر سایشون؟ چطور؟ خب انجینر صاحب کتی چی کش شد؟ ای تو راست انجینر صاحب کتی چی جا بجا میشه؟ جا بجا بودنش خودی توسط همین قوه های لیترال است. چی است انجینر صاحب؟ اما شما به واسه اینکه قوه را در نظر بگیرین اما تاثیرش که دیسپلیسمنت است او در نظر بگیرین، فهمیده شد انجینر صاحب؟ بعضی وقتا این تو میشه یک جایی شاید یک جای کار شوه، اگر شما سختی یک طبقه را در نظر محاسبه میکنید، ای سختی یک طبقه را کل دیگه طبقات پایین که هست و بالا که هست او را سخت میگیرن، نکاتش سخت میکنن و خود طبقه را فقط به اندازه یک واحد طول همین دریب برش میتین با سختیش هم میبینین یک جای هست صحیح شد که ما از استفاده کنم. پیلن در این پروژه
نیست سایشو. خب ما که دیزاین میکنیم با اساس درپ نمیکنیم، با اساس چی میکنیم انجینر صاحب؟ با اساس خود سیزمیک نویتی بار میکنیم، درست است؟ خب پس امی دید لود شد، چی شد انجینر صاحب؟ دید لود شد. خب علی در اینجا سلف فیت مولتیپلایر است، اس دبلیو ام سایشو، معنیش است ضریبی است که خود امو چی بار 100 پیسه در نظر بگیره. چی است؟ وزن اعضای ساختمانی را چقدر در نظر بگیره؟ 100 پیسه. پس در اینجا هر باری که ضریبش یک باشه صحیح شد و او بار امو وزن اعضای ساختمانی است، پس شما مجبور نیستین که امو بار دوباره چی کنین انجینر صاحب؟ وارد کنین، یعنی خودتان محاسبه کنین سلب 15 سانتی است یا نه. اگر محاسبه کنین 15 سانتی وزن حجمیش 2500 کیلوگرم در متر مکعب اگر در نظر بگیرین تقریبا در حدود 3500 کیلوگرم در متر مربع بار میشه. این را به عوض این که وارد کنین، از خاطری که در اینجا این تحت عنوان تحت نویت دید است، تحت نویت چی است؟ دید. ای امو بارهای اعضای ساختمان است و در اینجا اگر یک در نظر بگیرین خود ایتبز ای را 100 پیصد محاسبه میکنن، فهمیده شد؟ ایتبز وقتی که روز به ساختمانی متریالش را تعریب کنین، سکشنش را تعریب کنین، درست است؟ و که رسم کردین روز و طولش هم دیگه تعیین شد یا نشد، ایتبز دیگه خودش میشینه اول حجم پیدا میکنه، سکشن ضربی طول حجم شد یا نشد، باز حجم ضرب وزن حجمی بار شد یا نشد، فهمیده شد؟ اما بار متمرکز دیگه بگویم یا ایتو بکنید که خودش دیگه میتونه سطحی و خطی و هر نوع دیگه چی کنه انجینر صاحب؟ بسازه صحیح شد. پس این باری که تحت دیل است و نویتش دید است، این وزنهای اعضای ساختمانی است، شما در آینده هیچ وجه در ایتابز یا در هر پروگرام کامپیوتری وارد نمیکنین صحیح شد، بلکه خودش محاسبه میکنه. اما فکرتان باشه که یک باشه، اگر این سپ شوه دیگه محاسبه نمیکنه، خودتان وارد میکنین صحیح شد، باز دیگه بارها وارد میشه. اگر این اشاریه 5 باشه نصفش محاسبه میکنه، اگر این 2 شوه 2 چپ محاسبه میکنه، فهمیده شد؟ از این خلاصین میاین ایرا تغییر ندادیم انجینر صاحب، دی ال صحیح شد، در اینجا مودیفای کنیم صحیح شد. خب این لایلود معمولا ما این رقم نوشته میکنم 2 ال صحیح شد، نویتش امی لایو است. چی است انجینر صاحب؟ لایو لود است صحیح شد. خب ایرا مودیفای کنیم انجینر صاحب، خب لایلود دیگه صفر است، چی است؟ او دیگه ایش خود دیدلود که است یک است صحیح شد. لایلود که دیگه خود دیپورتم ایتابز دیگه خودش تنها برای دیدلود این را یک میمانه، برای کل دیگه چی میشه؟ صفر میشه، فهمیده شد انجینر صاحب؟ خب انجینر صاحب ما علاوه به این بارهای دیگه هم داریم که از نگاه نویت مرده است، یعنی دائمی است، چی است انجینر صاحب؟ اما با وزن اعضای ساختمانی یک تفاوت داره. او تفاوت چی است؟ که وزن اعضای ساختمانی وقتی که خود پریم ساخته شود و یا سلب ریخته شود دیگه با خود امی وزن گرفت یا نگرفت، اما امی دیگه نه، بارهای مرده که ما سربار مرده میگیم یا سوپر دیدلود میگیم، او بارهای مرده و دائمی یه است که بعد از تکمیل پریم به وجود میاید. پریم تکمیل شد، انجینر صاحب سلب تکمیل شد و به اصطلاح خوش شد، محکم شد، بعد از اون انجینر صاحب پلاستر کاری میکنین، سنگ پرش میکنین، خشت میندازین، همه چیزا بارهای مرده دیگه ای که با شمول دیوارها و پلاستر و همه چیزایی که هست، این بارهای دائمی است، اما از چی هست؟ نویت سوپر دید است. چی هست؟ سوپر دید است. پس در اینجا ما یک سوپر دید هم داشته باشیم انجینر صاحب، اینجا باز کنین، در اینجا این نویت چی هست انجینر صاحب؟ سوپر دید است. فهمیده شد انجینر صاحب؟ سوپر دید. خب ایره اد کنیم دیگه، مودیفای نکنیم که باز همون لایلود دیگه بجایی اون میرسه، ایشد ایره اد کردیم. خب انجینر صاحب اگرچه امی بار دیوارها، ای دیوارهایی که امی یک خشته است انجینر صاحب، نه نه صبر کنیم، یکی اصطلاح پارتیشن است، یکی اصطلاح دیوار است، چی است؟ با هم تفاوت داره صحیح شد.
دیوارها معمولا یک و نیم خشت می باشه. در افغانستان براتون میگم صحیح شد، در دیگر جای خو بارها دیوارها انواع مختلف است، صحیح شد از دیگی پنل استفاده شد، شاید از خشتای مو سوراخدار استفاده شد، صحیح شد متریال شبک باشه. ما پروژه را که می سازیم در افغانستان دیزاین می شه و ساخت اجرا می شه، از او خاطر امو بارهای دیوارهای افغانی را بطور مثال براتون میگم. ما چند نوع دیوار داریم اینجا نرسه بود. دیوار های یک و نیم خشت تقریبا ببر 35 سانتی، یک خشت ببر 25 سانتی صحیح شد، و نیم خشت ببر چی قدر است؟ 15 سانتی همراه پلستر اگر بود. درست است؟ خب ای کل انجینر صاحب هم معمولا این دیوارها ثابت می باشه. چی می باشه انجینر صاحب؟ معمولا این چی می باشه؟ ثابت می باشه. این دیواری که ساخته شده شاید تقریبا 90% احتمالش همی هسته که در میجه هسته. صحیح شد. یکی هسته پارتیشن وال ها. چی هسته؟ پارتیشن وال. صحیح شد. پارتیشن به همین معناست که همون پزای ساختمانه پارت پارت میکنه. چی میکنه اینجینر صاحب؟ پارت پارت میکنه. او باز معمولا دیوارهای سبک هسته. چی هسته اینجینر صاحب؟ حتی از سی پست هم شاید چی شوه اینجینر صاحب؟ استفاده شوه. در مثال این ای دیوار که ما میبینیم پیلند که همی کلکینوی چیزا همه چیز هسته. این دیگه چی هسته اینجینر صاحب؟ یک پارتیشن هسته. ای کورس امی رقم کرده که از این دو اتاق تاور استفاده کنه که او جدا شوه ای جدا شوه. اما اگر در آینده این خانه یک کسی بی غیر از کورس بگیره، شاید از این اگر میمان ها خانه بسازه، شاید اینه بیخی چی کنه اینجینر صاحب؟ پس کنن. اینجینر صاحب پارتیشن وال امو دیوارهای سبکی هسته که موقعیتش در عمر ساختمان ثابت نیست. پامیده شد. از خاطری که ثابت نیست معمولا پارتیشن وال در نویت لایلود میه. در چی میه اینجینر صاحب؟ در نویت لایلود میه. صحیح شد. اینجینر صاحب پارتیشن باز در لایلود که آمد بازم یک کمی تفاوت با او داره در محاسبه مسورس. اینجینر صاحب ما همی بارهای زنده دیگه که مثلا این چوکی و ساکینین است، این خوب میره و میایه و کم و زیاد میشه با مرور وقت میباشه نمی باشه، اما پارتیشن وال معمولا در جای میباشه. صحیح شد. خب در وقت زلزله ما اگر مسورس محاسبه میکنیم همی پارتیشن وال اگر که لولود است 100% میگیریم. چقدر میگیریم اینجینر صاحب؟ 100% میگیرم. درست است. پس در اینجا انجینر صاحب برای ما که مهم است امی دیوارهای خشتی است که معمولا ما اصطلاح پارتیشن برش گفته نمیتوانیم، معمولا ثابت میباشه. فهمیده شد انجینر صاحب؟ پس یک بار با تحت عنوان وال چی کنیم انجینر صاحب؟ در نظر بگیریم و نویتش هم دو دیدلود باشه و سوپر دیدلود، یعنی مرده باشه اما ایزاپی. صحیح شد. خب ایرم انجینر صاحب چی کنیم؟ ایجا پک کنیم. پامیده شد انجینر صاحب؟ این بارهایی بود که این دیگه ما شاید در این پروژه داشته باشیم و کل ورتیکال است. چی هسته انجینر صاحب؟ ورتیکال است. صحیح شد. خب 6 تانه بار زلزله را هم ما باید تعریف کنیم. چند؟ 6 بار زلزله. 3 دانه در جهت ایکس است و 3 دانه در جهت وای است. از این که چرا 3 دانه در جهت ایکس است و 3 دانه در جهت وای است، این در آینده انشالله که وقتی که بار زلزله را خود کمی تشریح کردیم در اینجا که وارد میکنیم انجینر صاحب باز در وقت برای تان میگیم. نگه علی ایره تا به این قسمت بدون لیتال فورس یا بدون بارهای اپوکی امروز به قدر اندازه درست است که وارد کرد چی تعیین کردیم. چی کردیم انجینر صاحب؟ تعیین یا تعریف کردیم. درست است. خب حالا دوباره میایم انجینر صاحب در خود درا و ادیت بعضی کارهای ما مانده بود انجینر صاحب. صحیح شد. خب یکی از کارهای ما این بود که ما پیک چه قدر داریم؟ یک متر داریم. درست است. خب آیا زیر یک متر پیک کانتیلیور باشه یا نباشه انجینر صاحب؟ پیلن خو نیست اینجینر صاحب. این بیم تا اینجا آمده بعدن دیگه نرفته. خب اینجینر صاحب پیکایی که از یک متر به شمول یک متر کلانتر میشن صحیح شد و در این اطراف ها دیوار هم باشن نظر به مهندسی پلان ها اگر ببینیم دیوار هم باشه. درست است. پس خوب است که اینجا ما کانتیلیور داشته باشیم. چی داشته باشیم؟ کانتیلیور. چرا؟ اگر اینجا ما دیوار داشته باشیم و دیوار حتما یک سرتاقم داره انجینر صاحب، یک بیم سرتاقم داره، پس اون بیم بالای چی شوه؟ استاد شوه؟ بالای استاد؟ نه،
بلکه حتما اینجا یک کانتیلیور هم داشته باشیم. چی داشته باشیم؟ انجینر صاحب کانتیلیور. پس از اون خاطر انجینر صاحب ایره سیمیلر انتخاب بکن. داست داسته همین مدل سازی ما مکمل. نه نه این صاحب ایتو میگم براتون. ببینین تو باش که او هم مهندسی عالی نیست صحیح شد. خب انجینر صاحب اینا شاید که این طور باشه در مهندسی که این اتاق خوب است که امورا با سه شد می باشه. انجینر صاحب یعنی این ما سرتاق داریم در زیرش دیوار و کلکین است صحیح شد. خب در اینجا هم دیوار داریم، در اینجا معمولا نمیتون می باشه، پس حتما در اینجا باید کانتیلیور چی کنیم؟ بکشین. خب تا امو دیپلکشن هم کم شوه انجینر صاحب. اگر پیک نباشه میباشین کانتیلیور نباشه، شاید امو بارها باعث شوه که اسلب دیگر دیپلکشن غیر مجاز بکنه. درست است؟ خب شاید از نگاه استرینت، از نگاه مقاومت امو سیخایش که پاید بکنه بار تحمل کنه، اما جلوگیری از دیپلکشن نمیتونه. چرا که دیپلکشن مربوط استیپنس است، سختی است. چی است انجینر صاحب؟ سختی. سختی باز مربوط مومنت تاپ انرژی است. در اینجا خود اسلب زخامتش اگر کم باشه، ولی که قوی هم باشه، سیخاش زیاد باشه، اما از خاطری که مومنت تاپ انرژیش کم است دیگه دیپلکشن میکنه. ما سختیش هم توسط کانتیلیور ها چی میکنه انجینر صاحب؟ زیاد میکنیم. صحیح شد. پس در اینجا معمولا اگر امیجا اینو بیم خوب بیرو پایین میبرنه سلب ما بالا میبره، این باز دنوما خراب مانون میشه. اگر این را اینو بیم بالا بگیریم نه 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 انجینر صاحب این بیمه که امون کانتلیوار نبیرون که میبرنه. خب وقتی این بیرو برامد سلب ما خود بالا میبرنه، این جای خالیگا مانون میشه. انجینر صاحب ایتو میشه انجینر صاحب. معمولا این پیکایی که چی کانتلیوار هایی که ما در ساختمان داریم درست است، تنها در همکپ، تنها در هنکب معمولا زیرش یا پیاده رو می باشه یا یک سهن می باشه، در اونجا این بیما دیده میشه. صحیح شد؟ دیده میشه. خب پس بخاطر ای که خوب معلوم شوم چی می سازم، مخروطی بگویم یا نانپلاسماتیک بگویم، مایل می سازم. صحیح شد؟ دیده نیجی نسه با. خب این رقم نیجی نسه با. و تا چی که اینجا سب مجاز است که ما این کانتیلیور رو بکشیم؟ خب اینجا سب کانتیلیور نه، بلکه پیک دیروزم گفتیم درست است. کد 2800 میگه که مناسب است که از 1.5 متر جد نشوه بخاطر اقتصادی بودن ساختمان. اگر از 1 متر بیشتر شوه از یک طرف سرنگونی را ایجاد میکنه. صحیح شد؟ یعنی اینطور شوه که اگر تعداد به او اندازه کشیده نشوه، تعداد کم باشه انجینر صاحب، پیک زیاد باشه، شاید اگر از یک طرف لیترال فورس باشه بسیار با آسانی چی شود؟ چپه شود در ساختمان های بلند. از طرف دیگه انجینر صاحب همی خود کشیدن پیکا، خود وزنش بار مرده دیگه سرشان و زنده سرشان درست است، این کل در وقت زلزله یک ضربه در او ایجاد میشه. چی میشه؟ همون مرکبه عمودی زلزله که در نظر گرفته شود، این باعث این میشه که شما مو قسمت قوی دیزاین کنین. فهمیده شد؟ خب پس مناسب است که از 1.5 متر بیشتر نشه. واسه شد. خب از در اینجا این مسئله رو روزم گفته بودیم. پس ما در اینجا تصمیم میگیریم که اینجا چی کشیده شد و کانتیلیور ها کشیده شد. اینجا نسته با کانتیلیور ها را از اینجا اما تو زود کده چی میکنیم میکشیم رسم میکنیم. ایره انتخاب کردیم امین نقطه سرخ که در وسطش است، این کویک درا است. صحیح شد؟ اینجا ایره سیمیلر انتخاب کنین انجینر صاحب دیگه. ایره چی میکنین؟ زود انتخاب کنین. خب دیگه چی است؟ پریم. خب تا کجا رسیدیم؟ تا اینجا رسیدیم. صحیح شد؟ خب بخیرم که نمانده او جای گرید لائن است، از او خاطر دیده نمیشه. صحیح شد؟ خب خب میبینیم بخیر که چی کنیم، باز میبینیم که هسته یا نه. صحیح شد؟ او نمیشه ای تو ببینیم. صحیح شد؟ باش که میدیده نشه برتان بگم. خب در کجا نیست؟ اینه در اینجا نیست. صحیح شد؟ خب حالیم ایره دوباره انتخاب میکنم و دیگه رسم میکنم. صحیح شد؟
این رسل کردیم این کل سیمیلر انتخاب شد. از این دیگه خلاص شدیم انجینر صاحب. خب یک چیز دیگه به از اونمو تا پا کم و پنج بجه ما میخواستیم که درست بخوانیم درست است. خب خیر یک چیز دیگه انجینر صاحب در اینجا خودی زینه هم است یا نه؟ معمولا اموجایی که زینه است اونجا سلب میباشن؟ نه قطع میشه صحیح. پس در این پروژه انجینر صاحب در اینجا ما زینه در نظر بگیریم، یعنی تو باشه از اینجا دروازهش باشه درست است، دروازه عمومی و این دلیز باشه. معمولا نمی تعمیرات پانتون همی تو می باشه و در اینجا دیگه زینه می باشه، معمولا زینه او طرف می باشه درست است. این را دیگه چی انتخاب کردیم و دیلیت کردیم. خب انجینر صاحب ای بیمم ای پیکم دیگه چی میشن؟ ای امرایش میره. چرا؟ انجینر صاحب در حقیقت ای بیم ما در اینجا نداریم، در لیول طبقه نداریم، بلکه در نسب طبقه نداریم. در چی داریم انجینر صاحب؟ در نسب طبقه. پس ای بیمم انجینر صاحب در نسب طبقه میاریم. انجینر صاحب یک بار ببینید که کدام چی هست. خب ای در اینجا او در اونجا دیدنشون صحیح شد. خب و در اینجا انجینر صاحب از بیم خب خب این در طبعه در گرید 4 است. در چی است؟ یعنی ما در اینجا انتخاب چی کنیم بیایم در ویندو گرید 4 انتخاب کنیم صحیح شد. این بیمه انجینر صاحب چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم با چی میاریم انجینر صاحب؟ با نسب طبقه. تو باش که طبقات ارتفاع چند است؟ از این خواه انجینر صاحب 3.5 متر است و از این چند است؟ از این 3.5 متر است. از یه چند است؟ 3 متر. خب پس این دو تا را یک بار میمانیم. آها این تو میکنیم ایره انجینر صاحب انتخاب کردیم از رای ایدیت صحیح شد. مو جاینت سپریم انچه صحیح شد. هر کدامش شما مو کرده میتوانیم. در جهت زید من پی چند؟ 15 میلیمتر است صحیح شد؟ خب میلیمتر است. ایره انجینر صاحب هم بردن؟ ها؟ آلی دیگه ایره انتخاب میکنین. انجینر صاحب ایره 3.5 مزار است 17.5 صد پایین میاریم. خب انجینر صاحب ای شاید ای تانیس می طبقه برده نشوه ایره پس میکنیم. انجینر صاحب ایره انتخاب میکنیم. ای بندازه چند میبریم؟ 750 میبریم درست است؟ خب ای بیم از خاطر که اگر ما طوری مثال انجینر صاحب خود گراوند فلور نه گراوند لیول خود سطح زمین در 2 متری یه تکوی داشته باشیم. در چند؟ 2 متری. یعنی این تکوی 3.5 متر است یا نه؟ تا 2 مترش گراوند لیول است، 1.5 مترش بالا است. پس ما که میریم انجینر صاحب معمولا این تو می باشه که امو چوک همکف هم لیول چی می باشن؟ زمین می باشد و یا کمی بندازه 10-20 سانتی کمی بالا می باشد صحیح شد. اتو نمیشه که پایین بره. یک بار پایین برین دوباره چی میشه؟ بالا برین. پس ای را در چند میاریم؟ انجینر صاحب ای را در 1.5 مزار میاریم تا 2 متر مانده شد. چند متر مانده شد؟ 2 متر مانده شد پا میده شد. خب ای را انتخاب کردیم و اپلای کردیم پا میده شد انجینر صاحب. خب و دیگه ای را کلوز میکنیم. این تغییرات را ای آوردیم این حسابه ای را پاک میکنیم. خود را آینده یک بامبوتی مانده که او را دیگه چی کنیم اضافه کنیم. او حتما در طبقه هفتم میشه صحیح شد. پس ما در اینجا یک طبقه را اضافه کنیم صحیح شد. او کارا در آینده انشاءالله میکنیم. میبشین این حسابه امروز دیگه چی بود؟ پیشترم برای تان گفتم که امروز ما فکریم نبوده.